الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما شاگردان عزیز. اسم من از رابیه غریبزاده، استاد صنف پنجم، مضمون ساینس صحت و محیط زیست و همچنان موضوع درس امروز ما اسکلت. و صفحه 17 کتاب شما عنوان درس ما چی است؟ اسکلت. خب شاگردان عزیز، در این درس یاد میگیریم که اسکلت به چی گفته می شود، کدام وظایف را انجام می دهد و همچنان در وجود انسان و یا حیوان چی اهدافی را داریم که باید در مورد اسکلت یاد بگیریم و همچنان چی اهمیتی دارد. خب شاگردان عزیز، گرچه در درس‌های قبلی یاد گرفتیم که بدن انسان از پوست، عضلات و استخوان‌ها تشکیل شده، اما چوکات عمومی بدن انسان را چی تشکیل می ده؟ استخوان بندی تشکیل می ده. یعنی همین استخوان ها است که چوکات بدن انسان را ساخته است. قسمی که در این تصویر مشاهده میکنیم، عضلات تمام بدن ما را بعد از این که پوست پوشانیده، بعد از آن عضلات پوشانیده. اما عضلات چی را پوشانیدن؟ استخوان ها را، یعنی اسکلت بدن ما را پوشاندن. پس چهار چوکات و یا هم چوکات عمومی بدن انسان توسط استخوان‌ها تشکیل شده، یعنی استخوان‌ها تشکیل می‌دهد. و تعریفی از اسکلت این است که مجموعه استخوان‌های بدن و یا هم مجموعه تمام مجموعه استخوان‌هایی که در بدن وجود دارد را یک جا به نام چی یاد می‌کنند؟ به نام اسکلت یاد می‌کنند. و شاگردان عزیز، اسکلت یک نوع نیست، یعنی که اسکلت بدن انسان از سر تا به پا تمامش به یک نام یاد نمی شود. و اسکلت ها به چند نوع هستند؟ به دو نوع هستند، اسکلت محوری و اسکلت زمیمه‌ای. خب اسکلت زمیمه‌ای چی است و اسکلت محوری چی است؟ حالا در تصویر بر شما نشان می دهم که اسکلت محوری و زمیمه‌ای به کدام اسکلت گفته می شود. قسمی که شما به اسکلت میبینید، اسکلت قسمی است که به شکل راست و روبرو است. جمجمه، قفس سینه و ستون فقرات شامل اسکلت محوری هستند، یعنی محور وجود ما را تشکیل میدهند، اسکلت های عمده و بسیار مهم. اما اسکلت های زمیمه‌ای به کدام اسکلت ها گفته میشند؟ که در دست ها و همچنان پاها وجود دارند. این اسکلت ها را به نام اسکلت های زمیمه‌ای یاد میکنیم که باید از ستون و فقرات یک تصویر داشته باشیم که بتانیم ستون و فقرات را به شکل واضح تر ببینیم که از کدام قسمت، از قسمت جمجمه شروع و تا ختم ستون و فقرات تا کجا وجود دارد، تا این قسمت که به نام لگن خاصره یاد میشود. این ستون و فقرات ما شروع و ختم می شود. خوب شاگردان عزیز، یعنی که چند قسمت بود از اسکلت محوری ما؟ جمجمه، قفس سینه و همچنان ستون فقرات. و اسکلت محوری ما عبارت از دست ها و پاها، یعنی وجود انسان در محور وجود انسان چی چیزها است؟ یعنی مهمترین بخشی که اسکلت ما را تشکیل می‌ده و اسکلت محوری است عبارت از جمجمه، ستون فقرات و قفس سینه می باشد. اما اسکلت دست‌ها و پاها از جمله اسکلت‌های زمیمه‌ای هستند. زمیمه اسکلت‌های محوری ما هستند، به آن دلیل به نام اسکلت زمیمه‌ای یاد می‌شوند. وظیفه اسکلت چی است؟ وظیفه اسکلت تعیین شکل بدن انسان است، یعنی بدن انسان را شکل می دهد. وظیفه اسکلت این است که بدن انسان را شکل بدهد، تعیین شکل بدن انسان. و همچنان استوار نگه داشتن بدن و محافظت اعضای داخلی بدن. خب شاگردان عزیز، اگر شما فرض کنید که بدن انسان فقط اسکلت می بود، یعنی قسمی که در اینجا میبینین فقط همین گونه اسکلت میبودیم ما، آیا میتوانستیم که با آسانی بشینیم، برخیزیم، کار انجام بدهیم، حرکت کنیم؟ شاگردان عزیز، اگر فقط اسکلت میبود هم به این گونه اسکلت استاده معلوم نمیشد. حالا ما در تصویر، چون که این تصویر ساخته شده و
یک جا شده است میبینیم هرگاه فقط اسکلت میبود و هیچ چیز اسکلت ها را به هم پیوست نمیداد، اسکلت ها همش بر روی زمین میبود و هیچی نمیبود جز اسکلت ها و یا استخوان های روی زمین و هیچ گونه شکلی هم ما دیده نمیتوانستیم. شاگردان عزیز، پس اسکلت ها وظیفه‌اش چی است که بدن انسان را شکلش را تعیین میکنه، استوار نگه میدارد و همچنان مهمترین بخش این که قسمی که در تصویر اول دیدیم اینجا ببینید، حفظ و نگهداری اعضای داخلی بدن. مثلا اسکلت هایی که در قفس سینه موجود است، این اسکلت ها، اسکلت های قفس سینه محافظت از مهمترین بخش وجود ما که در این قسمت قلب میتونین که از اینجا مشاهده کنین، قلب، جگر، شش ها، تمام اینها را اسکلت قفس سینه محافظت میکنه. مغز انسان را اسکلت جمجمه محافظت میکنه. پس وظیفه اسکلت ها همچنان چی است؟ محافظت از اعضای داخلی بدن ما. و اسکلت ها به کمک عضلات، یعنی به کمک عضلات بدن انسان چی میکنن؟ قادر به حرکات گوناگون هستن، قادر برا رفتن، نشستن، بلند کردن اشیا و کار کردن و دیگر. و همچنان بعض استخوان‌های بدن دراز و بعض دیگر کوچکن، همچنان ادهشان پهن و دیگر گرد هستن. خب میدانیم که در یکی از تصاویر برای شما نشان بدهم. خب در این تصویر میبینیم که این استخوان‌ها طویل و بزرگ هستند و این استخوان‌ها کوچک هستند و این استخوان‌ها هستند پهن، اما این استخوان به شکل چی است؟ گرد. و همچنان استخوان‌های مفصل‌ها به شکل گرد و شکل بسیار محکم و سفت را دارند. خب شاگردان عزیز، حالا فهمیدین که استخوان‌های بدن انسان تنها به یک شکل و یک سیستم نیستن. و شاگردان عزیز، به هر اندازه که انسان بزرگ می شود، استخوان‌های او هم کلان و قوی می گردد. به هر اندازه که ما بزرگتر می شویم، کلانتر می شویم و سن ما زیاد می شه، به همان اندازه استخوان ها هم کلان می شه. یعنی که مثلا در این تصویر برای شما باید که نشان بدهم، آیا فکر می کنید وقتی که ما به دنیا می آییم به همین اندازه می باشیم؟ نه خیر، شما همتان می فهمین وقتی طفلی به دنیا می آید چی اندازه کوچک می باشد. یعنی که انسان در حال رشد و نمو هر اندازه که بزرگ شده میره، به همان اندازه استخوان‌ها هم بزرگ میشود و نمو میکنند. قسمی که شما استخوان جمجمه و یا کاسی سر را میبینین، در اطفال بعضی از اطفال هستند که جمجمه بزرگتر، بعضی کوچکتر دارند، اما به هر اندازه که سن بزرگتر میشه و کلانتر میشه، تغییر شکل و تغییر در نموی تمام استخوان‌های بدن ما دیده می شود. و چگونه می تواند که استخوان‌های ما رشد کند؟ همه این همه توسط غذاهای مانند شیر، پنیر، ماست، سبزی‌ها، میوه‌ها و دیگر موادی که برای تغذیه و قوی ساختن استخوان‌ها مفید است. اینها همش کمک می‌کنند که استخوان‌های بدن ما رشد کنند و همچنان روز به روز در نموی بیشتر و بیشتر در جریان باشد و نمو بیشتر شود، تا اینکه انسان هم یک اسکلت و یا استخوان‌های مستحکم، قوی و در حال نموی خوبتری داشته باشد. و مهمتر از همه، شعاع آفتاب به استخوان‌ها بسیار فایده زیاد دارد. شاگردان عزیز، میخواییم که بعضی از استخوان‌ها را در مورد برای شما نشان بدهم از استخوان‌های دست‌ها و پاها. اول ببینیم که استخوان پاها چگونه است. همه شما توسط پاها حرکت میکنین که مهمترین کار را انجام میده. ببینین که استخوان پاها چگونه است. از چی قدر استخوان‌های کوچک ساخته شده؟ و آیا ای را می فهمین که کوچکترین استخوان‌های بدن ما را استخوان‌های دست‌ها و پاها تشکیل می دهند؟ قسمی که می بینین از کوچکترین استخوان‌ها
هستند که با هم یک جا شدن و بر ما اسکلیت پاها را ساختن و همچنان به همین طریق اسکلیت از دست ها. قسمی که میبینید اسکلیت دست کوچکترین استخوان های بدن ما است. خوب شاگردان عزیز، یک موضوع دیگر هم میخواییم با شما یادآور شوم که بعضا شما دیده باشید که بعض انسان ها هستند دارای دو سر یا دو کاسی سر و یا دو جمجمه هستند. چگونه میتونن اون انسان ها زندگی کنند؟ میبینیم اون انسان ها دارای دو جمجمه هستند و همچنان دارای دو ستون فقرات اما یک قفس سینه، دو دست ها، دو پاها. تمام قسمت های بدن دیگرشان مشابه به ما هستند، صرف در قسمت جمجمه و همچنان ستون فقرات متفاوت هستند که میشه در جمله شما میتونید گیره در جمله معلومات اضافی تان داشته باشین. و آیا حیوانات هم مانند انسان ها سیستم اسکلیتی دارند؟ نه خیر. قسمی که در تصویر مشاهده میکنین شاگردان عزیز، حیوانات سیستم اسکلیتی متفاوت دارند. اینجا فقط یکی است مثال و یا نمونهش از دایناسور است که فعلا دایناسور در دنیا موجود نیست، اما اسکلیت هایش از زمانه های قدیم در موزیم ها نگهداری شده و تا حال موجود است که میبینین سیستم اسکلیتی متفاوت دارن و نظر به هر حیوان این هم فرق میکنن. خوب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما در مورد اسکلیت. امید که یاد گرفته باشین، اهمیت اسکلیت را فهمیده باشین و بفهمین که اسکلیت در وجود ما چی وظایفی دارن، چی اهمیتی دارن و باید ازشان محافظت شود. تشکر، روز خوش.